Sayın Bilim, Betim Karmina introduction. But someone should come in for me. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. آقای رئیس، عالی جنابان، خانم ها، آقایان، در آغاز مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست مجمع عمومی ابراز دارم و تلاش های دبیر کل محترم آقای بانکیمون تقدیر نمایم. امیدوارم نشست امسال مجمع عمومی جهان را در شرایط حساس in its current critical situation, a step closer to security and tranquility of human beings, which is, of course, a fundamental goal of the United Nations. Mr. President, I am coming from a region of the world whose many parts are currently burning in the fire of extremism and radicalism. To the east and west of my country, extremists threaten our neighbors, تهدید می کند و خشونت می ورزد و خون می ریزد. آنان البته تنها به یک زبان سخن نمی گویند و حتی رنگ پوستشان هم یکی نیست و یک ملیت واحد ندارند. آنان از کشورهای مختلف به خاورمیانه آمده اند، اما ایدئولوژی واحدی دارند، افرادیگری و خشونت، و هدف واحدی دارند: نابودی تمدن، اسلام حراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه. با کمال تأسف تروریسم جهانی شده، از نیویورک تا موسل، از دمشق تا بغداد، از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه جهان، از القاعده تا داعش، افراطیون جهان یک دیگر را یافتند و ندا سر دادند که متحد شوید. اما آیا ما در برابر افراطیون متحدیم؟ Extremism is not a regional issue that only the nations of our region have to grapple with. Extremism is a global issue. Certain states have helped in creating it and are now failing to withstand it. Currently, our peoples are paying the price. Today's anti-Westernism is the offspring of yesterday's colonialism. Today's anti-Westernism is a reaction to yesterday's racism. Certain intelligence agencies have put blades in the hands of madmen who now spare no one. همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروه های تروریستی نقش داشتند باید به اشتباهات خود در پدیدار شدن افراطیگری اعتراف کنند و نه تنها در پیشگاه گذشته که در برابر آینده نیز عذرخواهی کنند. برای مقابله اصولی با تروریسم باید ریشه های آن را شناخت و چشمه های آن را خشکاند. تروریسم در بستر فقر، بیکاری، تبعیض، تحقیر و بی‌عدالتی می‌روید و با فرهنگ خشونت رشد می‌کند. برای ریشه‌کن کردن تروریسم باید عدالت و توسعه را گستراند و از تحریف ادیان الهی برای توجیه قساوت و بیرحمی جلوگیری کرد.
درد بزرگتر آن است که این تروریست ها به نام دین خون می ریزند و به نام اسلام سر می برند. می خواهند این حقیقت مسلم تاریخ را پوشیده نگه دارند که بر اساس آموزه همه پیامبران الهی از ابراهیم و موسی تا عیسی و محمد علیه السلام کشتن یک انسان بیگناه را همانند کشتار همه بشریت می شمارند. من در شگفتم این گروه های آدم کش خود را گروه اسلامی می نامند و شگفت آورتر آن که رسانه های غربی نیز در همراهی با آنان این نام مجعول را که تنفر همه مسلمانان را برمی انگیزد تکرار می کنند. غافل از آن که مسلمانانی که هر روز خدای خیش را به صفت رحمانیت یاد می کنند و از پیامبر خیش درس عطوفت و محبت آموختند، این افتراها را بخشی از پروژه اسلام حراسی می شمارند. اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوریه نمونه های روشنی از این راهبرد غلط در منطقه خاورمیانه است. اتخاذ رویکردهای غیر مسالمت آمیز و تجاوز و اشغال نظامی از اونجا که معیشت و حیات مردم عادی را هدف قرار میدهد، پیامدهای روانی و رفتاری متعددی را در پی دارد که امروز بروز آن را به صورت خشونت و آدمکشی در منطقه خاورمیانه و آفریقا مشاهده می کنیم که حتی برخی شهروندان سایر نقاط جهان را هم با خود همراه کرده است. خشونت همچون یک بیماری مصری در حال سرایت به سایر نقاط جهان است. ما همواره معتقد بودیم که دموکراسی با کوله پشتی نمی آید. دموکراسی محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز. دموکراسی یک کالای صادراتی نیست که از غرب به شرق تجارت شود. در یک جامعه توسعه نیافته دموکراسی وارداتی به دولت ضعیف منتهی می شود و دولت ضعیف هم به شدت آسیب پذیر. وقتی پای جنرال ها به منطقه باز شد، انتظار نداشته باشید دیپلمات ها به استقبال آنان بروند. وقتی جنگ شروع شد، دیپلماسی به پایان می رسد. وقتی تحریم آغاز شد، نفرت عمیق از تحریم کنندگان هم شروع می شود. وقتی فضای خاورمیانه امنیتی شد، پاسخ آن هم امنیتی می شود. منافع کشورهای غربی در این منطقه در گروه به رسمیت شناختن باورها و خواست مردم منطقه در قالب نظامهای مردم سالار است. تجربه پیدایش القاعده، طالبان و گروه‌های افراطی اخیر نشان داد که نمی‌شود از گروه‌های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد و پس از آن از عوارض پیدایش این افراط در امان ماند. به یاد داشته باشیم که ایران روزی همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر رخ نداده بود و روزی به جهان عاری از خشونت و افراطیگری خواند که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود. شاید سال گذشته تعداد اندکی آتش شعله‌ور شده کنونی را پیشبینی می‌کردند، اما امروز خشونت و افراطیگری بدون مهار خود را به صورت یک تهدید قطعی جهانی نمایان ساخته است. به طور مسلم اگر چرایی بروز پدیده کنونی را به درستی تحلیل نکنیم، نخواهیم توانست راه حل درست برون رفت از آن را پیدا کنیم. امروز هم دوباره نسبت به خطر گسترش افراطیگری و همچون خطر درک نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.
خاورمیانه تشنه توسعه است و خسته از جنگ. این حق طبیعی مردمان سرزمین‌های حاصلخیز خاورمیانه است که از زندگی توأم با صلح و رفاه برخوردار باشند. در گذشته استعمار این حق را از آنان سلب کرد و اکنون سایه جنگ و خشونت امنیت آنان را تهدید می کند. در منطقه ما سیاستمداران و نخبگان معتدلی وجود دارند که مورد اعتماد ملت‌های خویشند. آنان نه غرب ستیزند و نه غرب گرا. While aware of the role of colonialism in the backwardness of their nations, they are not neglectful of the role of their nation in reaching the development they seek. They do not absolve the West from its misdeeds, but are also aware of their own failings. These leaders can take a position می توانند با جلب اعتماد مردم قوی ترین ائتلاف های ملی و بین المللی علیه خشونت را تشکیل دهند. صدای این نخبگان، صدای واقعی مردم اعتدال گرا در جهان اسلام است. صدای آشنای یک افغان خسته از جنگ، عراقی قربانی افراطی‌گری، سوری حراسان از تروریزم و لبنانی نگران از خشونت و فرق برایی. سخن ما این است که این اشتباه راه بردیست که اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه ما باشند، بدیهی است کشورهای منطقه که درد را بهتر می‌شناسند، بهتر هم می‌توانند با همفکری و ائتلاف مسئولیت مبارزه را پذیرفته و رهبری آن را بر دوش گیرند. و اگر دیگر کشورها می‌خواهند علیه تروریسم گامی بردارند، باید به حمایت آنان برخیزند. من اعلام می‌کنم اگر امروز همه توان خود را علیه افراط و خشونت به کار نگیریم و کار را به کاردان نسپریم، فردا جهان برای هیچ کس جای امنی نخواهد بود. خانم ها، آقایان، سال گذشته با ارائه طرح مبارزه با خشونت و افراطی‌گری که با استقبال گسترده روبرو شد، کوشش کردم تا نقش کشور خود را در تحقق صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی ایفا نمایم. در منطقه پرآشوب و پرتلاطم خاورمیانه، ایران یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای این منطقه است. همه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشند که همه ما در یک کشتی نشسته ایم. در مسائل سیاسی و اجتماعی تا امنیتی و نظامی نیازمند همکاری های گسترده برای دستیابی به تفاهم مشترک و دائمی هستیم. اگر در منطقه خاورمیانه هماهنگی و همکاری بیشتر و گسترده تری می داشتیم، هزاران انسان بیگناه فلسطینی در غزه قربانی تجاوز رژیم صهیونیستی نمی شدند. ما در تمامی عرصه ها مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتماد سازی پایدار میان قدرت های منطقه می دانیم و از هر گونه همکاری میان کشورهای مسلمان برای مبارزه با افراطی‌گری، تهدید و تجاوز حمایت می کنیم and aggression. And in connection with this, we are prepared to play our permanent, constructive, and positive role. Mr. President, the oppressive sanctions against Iran go on in continuation of a strategic mistake made against the moderate and independent nation under the current sensitive conditions in our region. During the last year, we have engaged in the most transparent dialogue to build confidence regarding Iran's peaceful nuclear program. We place serious and honest negotiations on the agenda, not in result of sanctions or threats, but rather because of the will of our people. We are of the view that the nuclear issue could only be resolved through negotiations, and those who may think of any other solution و اگر برخی در تخیل خیش به راه‌های دیگری می‌اندیشند، سخت در اشتباهند.
Any delay in arriving at a final agreement not only raises the costs, not only at our expense, but also at the expense of the economy and trade of other parties, as well as the development and security prospects of our region. No one should doubt that compromise and agreement on this issue is in the best interest of everyone, especially that of the nations of the region. The nuclear negotiations between Iran and the 5+1 have continued during the past year and the past few months with seriousness and optimism on both sides. According to all international observers, the Islamic Republic of Iran has carried out its commitments in good faith. Although some of the observations and actions of our counterparts have created certain doubts regarding their determination and realism, we hope that the current negotiations will lead to a final accord in the short amount of time that we have left. We are committed to continue our peaceful nuclear program, including enrichment, and to enjoy our full nuclear rights on Iranian soil within the framework of international law. We are determined to continue negotiations with our interlocutors in earnest and good faith based on mutual respect and confidence, removal of concerns for both sides, as well as equal footing and recognized international norms and principles. I do believe mutual adherence to the strict implementation of commitments and obligations and avoidance of excessive demands in the negotiations by our counterparts in Iran is the prerequisite for the success of the negotiations. A final accord regarding Iran's peaceful nuclear program can serve as the beginning of multilateral collaboration aimed at promoting security, peace, and development in our region and beyond. The people of Iran, who have been subjected to pressures, especially in the past 3 years, as a result of continued sanctions, cannot place trust in any security cooperation between their governments with those who have imposed sanctions and created obstacles in the way of satisfying even their primary needs, such as food and medicine. These sanctions will create additional impediments in the way to the future long-term cooperation. The people of Iran are devoted to certain principles and values at the apex of which are independence, development, and national pride. If this obvious national fact is not understood by our negotiating partners and they commit grievous miscalculations in the process, a historic and exceptional opportunity will be lost. As you know, during the ongoing nuclear negotiations in this year, the Iranian government took some initiative and created favorable conditions, which resulted in a new phase in the Geneva Joint Plan of Action. We are determined to continue our confidence-building approach and our transparency in this process. If our interlocutors are also equally motivated and flexible, we can overcome the problem and reach a long-standing agreement within the time remaining, then an entirely different environment will emerge for cooperation at the regional and international levels, allowing for greater focus on some very important regional issues, such as combating violence and extremism in the region. Arriving at a final comprehensive nuclear agreement with Iran will be a historic opportunity for the West to show that it does not oppose the advancement and development of others and does not discriminate when it comes to adhering to international rules and regulations. This agreement can carry a global message of peace, security, indicating that the only way to attain conflict resolution is through negotiations and respect, and not through conflict and sanctions. Mr. President, ladies and gentlemen, last year the great nation of Iran broadly participated in the calm and impressive presidential elections and endorsed the discourse of foresight, hope, and prudent moderation. Thereafter, they supported their elected government in its efforts in building the country, while some of the countries around Iran have fallen prey to war and turmoil. Iran remains secure, stable, and calm.
سیاست اصولی کشور من تلاش برای تعامل سازنده با بر اساس احترام متقابل و با تأکید بر منافع مشترک است. طرح مسئله سلطه ایران بر کشورهای مسلمان منطقه افسانه بیش نیست که در قالب پروژه ایران حراسی در سالهای اخیر بران دمیده شده است. Those who make these claims need imagine their enemies to sustain tensions and sow division and conflict. Thus, in this way, pushing for the redeployment of national resources away from development. We work towards putting an end to the delusional Iranophobia, setting the stage for building strategic partnerships with our neighbors. همانطور که در سال گذشته نسبت به توسعه خشونت و افراطیگری هشدار دادم، امسال نیز تأکید می‌کنم که اگر رویکرد درست برای مواجهه با این مسئله اتخاذ نشود، به سمت منطقه ناآرام و پرتلاطم با بازتاب‌های جهانی خواهیم رفت. راه حل درست برخورد با این مسئله مهم نه از بیرون بلکه با محوریت و ابتکارات درونی و البته همکاری های بین المللی قابل تصور است. خدای بزرگ در قرآن کریم به مؤمنانی که کار شایسته را در برنامه عمل خود قرار می‌دهند مژده داده که بر زمین مانگاری خواهند داشت و بیم و حراسشان به امن و امان بدل خواهد شد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. امیدوارم نسل ما با تلاشی شایسته زمینی ایمنتر و آبادتر برای نسل فردا به یادگار بگذارد. توفیق همه شما را آرزومندم. متشکرم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.